بله خایسته نقاشی و د منی له موسم څخه چې هم باران ورېده او ډېر خایسته نقاشي وکړله چې د روغني رنګو سره وله او زما خو ډېره خوښه شوې لمندې مې چې ستاسو هم خوښه شوې وي. د نقاشي تصویري بسته مو هم ولیدله له موږ سره سیار جان هم په خبرونه کې دی. نن هم نوی درس راکوي، نوې برخه د نقاشۍ د درس. او سیر جانه بخیر اغلی سرد بخیر. سلام بسیده جان، خدمت شما و تمام دوستایی که بیننده ما هستند. بسیار تشکر، خوشحال هستیم که بازم خود تا با خود داریم سیر جان و امروز هم یکی از درس های جدید بر ما آموزش میده. خدا دکه دی چند وقت استاد ما شدید؟ یا درس فوتوشاپ یا درس نقاشی؟ امروز کدام درس سیر جان؟ امروز روی فیگوراتیو کار میکنیم، فیگورها را در طبیعت کار میکنیم، چون در جلسات قبلی ما کلا روی طبیعت کار کردیم، روی سنگ ها و درخت ها کار کردیم. امروز می خواهیم کلا روی فیگورا کار کنیم که در طبیعت ما زمانی که فیگور استفاده می کنیم کدام فیگورا باشه، بسته تصویری هم بود، بله بله، کدام فیگورا باشه یا شخص باشه یا حیوان باشه، یعنی در طبیعت وجود داره، ما روی از اونا جدا جدا تک تک کار می کنیم که باز بخیر در هفته آینده بازور روی یک طبیعت نشان می دیم. بله، حالا فقط فیگور نشان بله. ما فیگور دو نوع فیگور داریم، یعنی در طبیعت فرق میکنه. اگر ما طبیعت افغانی کار کنیم باید فیگورم افغانی باشه و اگر طبیعت خارجی باشه باید فیگورش هم خارجی باشه. چون ما فرهنگ های مختلف داریم، در هر کشور فرهنگ و لباس مختلف دارن هر کشور. ما اگر افغانستان باشه ما لباس های مشخص افغانی داریم محلی. که بله بیشتر در فیگور استفاده میشه. ما باید شکل آزاد نخست آناتومی فیگور ببینیم که یک فیگور از چه آناتومی ساخته میشه، مطالعه کنیم آناتومیش که سر است، قسمت بدنش است، قسمت دستایش است و قسمت پایش است. زمانی که ما تناسب آناتومی را مشخص کردیم باز میایم روی جزئیات و فیگور خود را کار میکنیم. بسیار خوب. خب فیگورها هم یک زیبایی خاص برای نقاشی میتن. دقیقا طبیعت را زمانی که زنده میسازه، یعنی بیشتر زیبا میسازه این فیگورها است. اگر ما یک طبیعت را بدون فیگور کار کنیم اونقدر جذاب و جالب باز برای بیننده نهی باشه و ما با فیگورها میتونیم طبیعت خود را و رسم خود را بسیار زیبا و خوب بسازیم. بله، باز استفاده کردن فیگور هم سوژه های مختلف داره، نظر به طبیعت، نظر به بله نظر به سوژه است و نظر به طبیعت ماست. و یک چیزی که بسیار زیاد مهم است در قسمت فیگور کار کردن تناسب است. ما باید بسیار زیاد مد نظر بگیریم با تناسب بسیار زیاد، مثلا نسبت به یک خانه یک فیگور باید چقدر کار کنیم. و تو نمیشه که یک خانه بسیار بزرگ باشه و فیگور بسیار کوچک باشه و برعکسش همین قسم، یک خانه بسیار کوچک باشه در مقابل فیگور ما بسیار زیاد بزرگ باشه، با زیبایی هم و تابلوی ما را یا هم رسم ما را از بین میبره. و بیشتر که مهم است در فیگور کار کردن هم قسمت تناسبات است که ما باید بسیار زیاد نظر. بله، و در بعض از موارد ما متوجه شدیم سیر جان که از خطکش استفاده میکنن به خاطر رسامی فیگورشان. بله. به نظر تو خوب تر است یا ای که خود ما مثل ما... خودت حال رسامی کردیم؟ بله، ما یکی رسامی نقاشی طبیعی داریم و یکی باز ما میاییم روی کانسپچوال و روی گرافیک اینا میاییم که آرت ابتکاری است که ما پیشتر در این بسته تصویری دیدیم که از ابزار مختلف استفاده کردن. یعنی اگر ما در نخست باید کوشش کنیم که از اون یک ابزار که در دست ماست تمام کارهای خود را بتانیم انجام بدیم. گرچه مشکل است ولی ما باید کوشش کنیم که هم افغانی است دیگه. بله. از فرهنگ خودمون. در دستش هم فکر میکنم که خلطه یا یک پلاستیک است به این شکل طرف خانه میره. اگر ما فیگور از عقب کار کنیم باز هم همین قسم، فقط شکلش تغییر میکنه به این شکل. خب سوژهش هم بسیار مهم است که چی داشته باشه و فرهنگش هم که نظر به موار فرهنگ اگر رسامی بکنیم میبینیم که چقدر زیبا میای، مثلا که لباس افغانی خود ما را برتن داره چقدر زیبا رسامی شد و چقدر طبیعی هم معلوم میشه. بله بله، و ما بسیار زیاد باید تناسبات را مد نظر بگیریم، کدام فیگور دور است کدامش نزدیک است. این بسیار زیاد مهم است که خب به این موارد در سای قبلی یاد دادی سیار. بله، کمو نقطه پرسپکتیو میشه که ما باید
مثلا این فیگور که از دورتر است به اون طرف میره، پسرش است، عقبش است، و این فیگور که نزدیکتر است به این طرف میره. ما باید تیره بسیار زیاد مد نظر بگیریم. اگر ما این کوچه فرض کنیم به این شکل هم شکل پرسپکتیو را دوباره بر خود میگیره. ما بر علاوه فیگورهایی که از انسان ها است، ما حیوانات هم بیشتر استفاده میکنیم. مثلا من اینجا پرنده. خب بسیار جان، کدام نکات اساسی را داره زمان که ما فیگور رسامی میکنیم باید اونا را در نظر بگیریم تا بتانیم یک فیگور خوب را بیشتر رسامی بکنیم؟ که در فیگور مهم است آناتومی است. ما باید مطالعه کنیم آناتومی بدن را. اگر ما باز او قدر زیاد پیش آب نریم، چون او قدر زیاد شم بسیار زیاد مشخص میشه. اونا که مثلا باز پروفشنال و مسلکی میخوانند، باز اونا برشان بسیار زیاد مثلا هر استخوان را جدا جدا مطالعه میکنند. تنها در قسمت روی استخوانهای بسیار زیاد مختلف است که هر استخوان باید مطالعه شد، مثل استخوانهای زیگوموتیک است، سوپرسیلری است، استخوانهای پیشانی، استخوانهای علاشه. استخوانها بسیار زیاد مهم است که مطالعه کنند. ولی کسایی که نواموز هستند اونقدر مهم نیست که برن اونقدر زیاد مطالعه کنند آناتومی را. بلیا فقط خوب است که تناسبش هم از نظر بگیرن، که مثلا اندازه سر نسبت به اندازه تنه چقدر باشه، اندازه دست نسبت به تنه و پای همین قسم نسبت به تنه، این تناسبات را مد نظر بگیرن تا فیگورشون زیاد کوچک یا خرد نبه و یا دستشون نسبت به تنهشون بزرگتر نشه یا سر نسبت به تنه یه شکل کاریکاتور باز به خود میگیره از حالت طبیعی ما برای این بسیار زیاد مد نظر بگیره. و باز اگه میخواستن مسلکی بخونن و در عمقش برن، باز میتونن روی آناتومی بپیچن، کتابای آناتومی مطالعه کنن، اونا رو باز بیشتر و بیشتر میخونن. ما اینجا یک حیوان هم کار میکنه، مثلا ما زمانی که یک پرنده کار میکنیم بیشتر همین پرنده ها کار میشن یا پشک. بله بله. در حیوانات دیگه پشک و سگ بیشتر کار میشه زمان که متوجه شدیم، ولی باز در پرنده ها هم می توتی می باشه. بله بله. ما زمانی که کار میکنیم چی حیوان باشه چی انسان، آناتومیش بسیار زیاد مهم است که ما در چی آناتومی کار میکنیم این بسیار زیاد مهم است. کمو اندازه از پیش ما اشتباه نشه. خب توتی رسامی کردی فکر میکنم؟ بله، ما اول اسکیچ میکنیم بعد میایم روی جزئیاتش. اول با پنسل خیرم اسکیچ کردم، حالا سایه روشن هایش کنم، بعد میایم روی سایه روشن هایش و بیشتر جزئیاتش رو کار میکنیم. جزئیاتش تیره تر کار میشه؟ بله، تیره تر میشه تا واضح شه و رسم ما زیبا شه. یک نفس پرنده های دیگه سیار جان بسیار متوجه شدیم در بعض از طبیعت هایی که آسمان میباشه، باز فقط دو بال برش رسامی میکنن، قدر او را با ظرافت رسامی میکنن که احساس میشه واقعا یک پرنده است و آسمان در حال پرواز. بله، بیشتر در طبیعت های رومانتیک و طبیعت های خارجی بیشتر استفاده میشه. زمانی که یک کوه می داشته باشیم و کوتی می داشته باشیم، خصوصا در اثنای غروب می باشه رسم ما، باز بیشتر در قسمت آفتاب از او پرنده ها کار میکنن تا به رسمشان یک زیبایی می بخشه. بله، و سوژه هم باید طبیعی گرفته شوه. اگر هر چی باشه باید طبیعت دیده هم قسم یک چیز انتخاب کنیم هم قدر زیباتر میه. بله، و باید ما بسیار زیاد مد نظر بگیریم طبیعت را، سوژه های ما را، که نظر به اونمو سوژه و نظر به طبیعت رسم خود را بتانیم کار کنیم. بله، ما به این شکل میتونیم یک پرنده زیبا کار کنیم، بسیار ساده و بسیار زود و تیز. چقدر زیبا مشخص کمی است اما آناتومی است. بیشتر که شما قبلا گفتین ما در بیشتر رسما دیدیم به این شکل مثلا پرنده ها کار میکنن، اشکال مختلف می داشته باشه به این شکل مثلا میپرن. بله، به همین شکل که او بیشتر در زمان می باشه که مثلا این قسمت یک آفتاب می باشه. بله، به این شکل اینجا روشن می باشه و ما او را در پهلوی زمین آفتاب خود میتونیم پرنده ها را کار کنیم. بله، نظر به مو عکس و نظر به سوژه ما. بله، من امروز اینا را جدا جدا به این خاطر کار کردم تا دوستا ببینن که ما جدا جدا کار کنیم، اول مطالعه کنن. باز هفته بعدی بخیر ما میخواییم یک چوپان کار کنم که هم فیگور انسان در او شامل باشه و هم فیگور حیوانات باشه. بسیار، بله. بسیار خوب، یک سوژه بسیار جالب میه، بسیار خوب میه و او هم دیگه همی فرهنگ و طبیعت خود ما بشه. طبیعت افغانستان است. بله، بسیار تشکر سیار جان از اینکه آمدی و درس جدید از نقاشی را بر ما باز هم یاد دادی که فیگور سازی بود دیگه. بله. که چطور در یک تصویر ما باید فیگور انتخاب کنیم. خب اگر جزئیات باقی مانده باشه یا معلومات در مورد از این نقاشی باقی مانده باشه میشنویم. درست.
جزئیات خو زیات است. هر قد من روی ازی رسما بپیچم، یعنی من میتونم روش کار کنم، چون من فعلا فقط نمو شکل اولیشان کار کردم، یک سکیچ کردم. ما میتونیم سایه روشن ها بر از اینا اضافه کنیم، قسمت هایی که مثلا لباس های داخل است ما میتونیم اینا رو کلا تاریک کنیم به این شکل، و لباس هایی که بیرون تر است روشن کنیم. و ما در زمان که رسامی میکنیم رنگ را بسیار زیاد باید مد نظر بگیریم، گرچه ما سیاه و سفید کار میکنیم، ولی رنگ را بسیار مد نظر بگیریم. کدام رنگ لباس نسبت به کدام رنگ لباس تاریک تر است؟ او رنگ که تاریک تر است نسبت به او رنگ که روشن تر است، او را ما سایه میتیم، تاریک میکنیم، و او رنگ که روشن است او را کلا روشن میمونیم یا حتی سفید میمونیم، از خود کاغذ هیچ پرداز نمیتیم. این را باید بسیار زیاد مد نظر بگیریم تا رسم ما، فیگورای ما زیبا و زیباتر شود. بله، بسیار آسان میشه وقتی که ما خود ما ببینیم رنگ لباس خود ما، یا میبینیم که کدام رنگا را کی با چه رقم استفاده میکنه، چه قسمت به نظر ما رقمی بسیار در رسامی و نقاشی یگانه چیزی که بسیار زیاد مهم از دقت است. باید نقاش بسیار زیاد دقت داشته باشه، یعنی تو سرسری نگذره از روی هر چیزی که میبینه. زمانی که دقت کنیم، ما در چهار اطراف ما میقسمه، در طبیعت ما، زمانی که طبیعت رو میبینیم، آسمان نسبت به زمین چقدر روشن است، چقدر تاریک است، اینا یک تون دارن. اما تونش که مد نظر بگیریم، باز رسمای خود بسیار زیاد ساده و زیبا میتونیم رسامی کنیم. بله، او دیگه نظر به تجربه است که هر قدر کار کنیم باز خود به خود، اگر فیگور باشه یا هم طبیعت باشه، هر چی باشه، ما میتونیم دیده که کجایش چیره خوب تر کار بکنیم. و در فیگورها سیار جان، کدام قسمت ها را باید بیشتر ما متوجه باشیم؟ مثلا اگر در لباسشان می باشه یا در دست و پایشان، کدام قسمت ها را باید بیشتر متوجه باشیم تا تصویر ما زیباتر باشه؟ اگر طبیعت بزرگ می باشه، طبیعت کلان می باشه، فیگور فقط بسیار زیاد کوچک می باشه، ما قسمی که در نقاشی قبلی دیدیم اونقدر روی جزئیات نمی پیچیم، فقط روی تناسب می پیچیم که تناسبش مهم است، که تناسب مهم باشه. کلا یا سیاه و سفید میشه، تاریک میشه، یا یک رنگ میشه، اونقدر روی جزئیات نمی پیچیم. ولی باز اگر ما رسامی ما طبیعتش نزدیک است، ما کلا مثلا فیگور نقطه طلایی ما است، باز وقت ما باید روی فیگور بسیار زیاد بپیچیم، یعنی بسیار جزئیات بتیم، دیتیل بتیم و فیگور بیشتر کار کنیم. اگر ایره ما یک رسامی طبیعی فکر بکنیم، در اینجا بسیار سر فیگور پیچیده شده، به خاطر که فیگور کلان است و طبیعتش اگر اطراف شکار کنن خرد میشه. خرد میشه، بله. اگر ما باز مثلا طبیعت کلا کلانی بود، باید فیگور هم نظر به طبیعت ما کوچکتر کار میکردیم و اونقدر باز جزئیات برش نمیدادیم. بسیار تشکر سیار جان، واقعا درس ها و معلومات بسیار خوب بود که با ما شریک ساخته. انشاءالله که به بیننده های ما هم مفید تمام شده باشه، و اگر میخواین که تکرار شه ببینین، میتونین به چنل یوتیوب ما مراجعه بکنین. تشکر سیار جان، انشاءالله که با درس جدید و هفته آینده با خودت برمیگردی. تشکر شما. سلامت باشی.